اینا دقیق 1.5 ساعت بیشتر از پیش ما از خانه ما حرکت کرد، یعنی بازارک. از بازارک رفتن پایان، گفتن که می رویم در خط، می رویم خط می بینیم. او خط دربند متاسفانه خط شکست کرده بود، جنگ در ولسوالی نابه ادامه داشت، در شتول ادامه داشت. اینا رفتن. شما می دانین که آقای فهیم دشتی مسئولیت سخنگویی را به عهده داشتن و آقای جنرال ودود مسئولیت مالی و اداری مقاومت هم جبهه را به عهده داشتن. هر دوی از اینا از افراد فعال جبهه ما بودن. وقتی که اینا می روند از خونهشان که دشتک است که شما دیدین، به دشتک یک دور میکنن، به خونهشان اوجا حتماً چیزایی داشتن که اونا را برداشتن، چون تصوری نبود که طالبا داخل میشوند. اینا بعضی اسناد چیزا رو در خونه خودم داشتن که اونا را گرفته بودن. اونا را که از خانه گرفتن، بعد گفتن که برویم در آنوه ببینیم که جنگ در کجا است، خط ما در کجا استاده. حرکت میکنن به طرف آنوه. اینا دشتک میگذرن، بین دشتک و بین تاواخ ایمی یک چیز است که شما رستورانت هایی هست اموش آباد شده جدیدن که پایان سرک است از طرف کابل که میرهید. از امیر رستوران که تیر شده هم که نزدیک تاواخ برن که از پیش روی ادوات نظامی طالبا میه. واکی میه معترضی ها را استاد میکنن. اینا دوتا محافظ داشتن نمرایشان و دوتا هم خودشان بودن. هر چهار از اینا را پایان سرک استاد میکنن، اینا را به رگبار میبندن و موترشان را میگیرن میروند. باز جنازه زیاد زیر سرک برای 3-4 روز ماند تا وقتی که پدرشان جنرال صاحب قاسم خان و دوستای دیگه همراهشان از کابل یک بار میاین. متاسفانه که طالبان همکاری نمیکنن برشان. موتر از اینا را وقتی میبینن که موترشان جور است، اول برای ما راپور رسیده بود که اینا را موترشان هدف قرار داده، اما پسان وقتی که موتر از یار دیدن که موتر سالم است، به این تصور شدن که اینا اسیر هستن پیش طالبا. وقتی که دوباره باز وارد شدن، دفعه دوم آمدن، دفعه دوم اینا را اجساد شهدا را در پایان سرک در کنار امور رستوران پیدا میکنن و در اموجه در یک جای هر چهارش دفن میکنن.